پرویز پرستویی یه عکس توی اینستاگرامش از یه سرباز 20 ساله به اسم محمد زاره گذاشته که موقع رفتن به خدمت دچار مرگ مغزی شده بوده و خانواده‌اش اجازه دادن که اعضاش به نیازمندهای دیگه اهدا بشه. الان کلیه ها و کبد و قلب محمد هر کدوم توی یه شهر کار میکنن و زندگی میبخشن. پرویز پرستویی هم به خانواده‌اش تسلیت گفت و بقیه رو تشویق به این کار انسان دوستانه کرده. امروز بازم چند تا از چهره‌ها به خودسوزی دختر استقلالی واکنش نشون دادن. پرستو صالحی نوشته کاش مردان سرزمینم برای یه بارم که شده پای زنان این سرزمین بیستن، نه به استادیوم 100,000 پسری. ارژنگ امیرفضلی هم نوشت جوونا گفتن آقا لطفاً دیگه نرید استادیوم 100,000 پسری. بنده هم عرض کردم من هیچ وقت حالا نرفتم، شما نرو. میری چی کار جایی که همش داستان و مشکلات داره؟ یه ویدیو هم توی اینستاگرامش منتشر کرده، گفتم بعد نیست به شما هم نشون بدم. آقا بیان یه کار مفید توی خونه بکنیم، یه کاری بکنیم خیلی خوبه. دو تا کیسه بذارین تو خونه، توی یکیش آشغال تر بریزین، بطری کاغذ پلاستیک اینا رو بریزین توی کیسه جداگونه. برای اینکه تو خیابون اینا که بازیافت جمع میکنن از دم سطل آشغالا، این بندگان خدا کمتر دستشونو بکنن تو اون آشغال کثافت. اینا رو جدا براشون بکنین، همیشه توی کیسه مشما جدا بذارین کنار سطل آشغال، یا مستقیم بدین دست خود اینا. خیلی لطف میکنین در حق اینا، کمتر دستشونو میکنن تو کثافت آلودگی. دم شما گرم، دم همه گرم. ارژنگ گفته هر جا میرم زباله تر و خوش قاطیه همش میخوام جداشون کنم. آخه اسم میکنم اینا مال بچه‌هاییه که بازیافت میکنن. در ضمن گفته که هی نگید خونه شلوغ میشه و آشپزخونه جا نیست و از این حرفا، کم کم جاشو تو خونه پیدا میکنه و میشه جزی از خونه. هشتگش هم اینه بازیافت را کثیف نکنیم. حالا که بحث محیط زیسته، از کمپین مهربان باشی من بهتون بگم که برای شهر بدون آلودگی و سه‌شنبه‌های بدون اتومبیل شکل گرفت و در راستاش قراره که سام کلانتری و کاوه صدقی تو روز جهانی بدون خودرو تو ماراتون مسکو شرکت کنن، در صورتی که اصلا دونده حرفه‌ای نیستن. گلاره عباسی هم از این کمپین حمایت کرده. مهراب قاسم خانی یه ویدیو از یه خانم که داره پله برقی و برعکس میره بالا توی اینستاگرامش گذاشته. مهراب نوشته اگه اینجور فیلم ها واسه شما خنده داره واسه ما خاطره است. معرفی میکنم، خالم هستن ایشون. دیروز فینال رقابت‌های سبک وزن UFC برگزار شد و حبیب هم طبق معمول این بازی رو برد. اگه یادتون باشه پارسال همین موقع حبیب کانر مک‌گرگر رو شکست داد. الان کانر اومده شروع کرده کوری خوندن واسه حبیب و اصرار داره که یه مسابقه دیگه با حبیب توی روسیه برگزار بشه. آخه دفعه پیش کانر رو توی ایرلند جلوی همشهری‌ها شکست داد. حالا کانر هم می‌خواد تلافی کنه.